سلام، امروز 28 جون 2022 هست که در خدمتون هستم. میخوام امروز یه مقدار راجع به مسئله خشم صحبت کنیم با هم دیگه و اینکه چرا خشمگین میشیم اصولا، و اصولا خب یه مقداری راجع به مسئله خشم و اینکه آیا منظور ما احساس عصبانیت و خشم هست که میخوایم اون رو تحت کنترل قرار بدیم یا مسئله دیگه رو مد نظرمون داریم، یه مقدار با هم صحبت کنیم. خب معمولا احساس مناسب و احساسی که ما مد نظرمون هست که معمولا بتونیم در خودمون حفظش بکنیم، یک احساسیه که با موقعیت متناسبه. اگر احساسات ما سرکوب بشن، خب ما دچار افسردگی میشیم، و اگر هم بخوایم که احساسات رو به صورت کنترل نشده ابراز بکنیم، معمولا شکل مرضی در رفتار رو ما مشاهده میکنیم. و افرادی که احساسات رو به شکل خیلی کنترل نشده ابراز میکنن، رفتارهای مرضی رو ما درشون مشاهده میکنیم. هدف ما در یه زندگی نرمال داشتن یک تعادل هست، نه سرکوب هیجان ها. و هر احساسی هم در جای خودش ارزش خودش رو خواهد داشت، و هر احساسی که از نظر نوع، میزان و شدت با موقعیت تناسب داره، قطعا احساس مورد پذیرشی هست. یک زندگی موفق به این معنا نیست که ما احساسهای مثبت رو فقط تجربه بکنیم. ما توی زندگی موفق احساسهای منفی رو، وقتی که شکستی رو متحمل میشیم، تجربه میکنیم، احساسهای مثبتی رو هم قطعا تجربه میکنیم. و خب هدف ما دستیابی به این مسئله نیست که بخوایم این احساسات رو کاملا سرکوب بکنیم، بلکه هدف ما دستیابی به یک تعادل در احساس ها هست. و خب احساس رضایت ما این نیست که حتما در صورتی اتفاق بیفته که بخوایم از احساسات ناخوشایند دوری بکنیم، بلکه میخوایم که به یک تعادلی دست پیدا بکنیم. به نظر میرسه که احساسی که معمولا آدم ها تحت کنترلشون نیست و نمیتونن اون رو کنترل بکنن، احساس خشم هست. معمولا احساس در خطر بودن احساس خشم رو در فرد برانگیخته میکنه، که میتونه این خطر میتونه واقعی باشه و جنبه های جسمانی و روانی رو هم در بر بگیره، و گاهی وقتا هم میتونه این خطر غیر واقعی باشه. خب معمولا در مرحله‌ای که فرد محرکی بهش وارد میشه و دچار احساس خشم میشه، اینکه بخواد بخششی رو انجام بده یا چشم‌پوشی رو انجام بده اتفاق نمیفته، و معمولا توی موقعیت تلافی و خب انتقام هست، و خب معمولا هم به نتایج عمل خودش خیلی توجهی نداره، پیامد عمل خودش خیلی توجهی نداره. معمولا خب این فرد توی موقعیتی که دچار خشم هست، یک توهمی از قدرت رو خواهد داشت و فکر میکنه که میتونه به همه چیز تسلط پیدا بکنه، و به دنبال این مسئله میره به اینکه واکنش های خیلی ابتدایی رو نشون بده. خب هیجان ها، خب که خشم هم جزء اونها محسوب میشه، چند بچه هستن و خب میتونن به شکل خشم یا شادمانی خودشون رو نشون بدن. خب خشم هم یکی از انواع هیجان ها محسوب میشه. خب معمولا هیجان ها 4 تا مؤلفه دارن که خودشون رو نشون میدن. معمولا پاسخ های زیستی هستن و واکنش های فیزیولوژیکیه که بدن رو در برابر سازگاری آماده میکنند رو ما تو دسته هیجان ها قرار میدیم. و خب این هیجان ها بیشتر کاربردی هستن. مثلا خشم رو آماده میکنه برای جنگیدن با دشمن، و یا ترس ما رو آماده میکنه برای اینکه ما خودمون رو در برابر خطر آماده بکنیم. هیجان ها حالت های عاطفی ذهنی هستند. ما اونها رو توی روان خودمون تجربه میکنیم. هیجان ها پدیده های اجتماعی هستند و معمولا ما حالت های صورتی و بدنی متفاوتی رو نشون میدیم در برابر اون چه که به عنوان هیجان
تجربهش میکنیم. هیجان ها از این گذشته کارکردهای انطباقی دارن، یعنی کمک میکنن به بقای انسان، کمک میکنن به ارضای نیازهای انسان و باعث میشن که فرد بتونه با محیط زندگی خودش سازگار بشه. خب رفتارهای هیجانی رفتارهای متعددی هستند، یعنی با اهداف متعددی اتفاق میفتن. ما توی رفتارهای هیجانی بیشتر به دنبال محافظت هستیم. مثلا ترس بدن رو آماده میکنه که بتونه در مقابل اون خطری که داره تجربه میکنه کناره‌گیری بکنه، یا اینکه دنبال نابودی هستیم. مثلا برخی از عوامل محیطی رو ممکنه بخوایم از بین ببریم، مثل دشمن یا خشم، یا اینکه اصولا با این وسیله خشم بدن رو آماده میکنه که بتونه در مقابل دشمن خودش بیسته و اون رو نابود بکنه. یا حس کنجکاوی و کاوشی که ما به دنبالش هستیم هم جزو هیجان ها محسوب میشه، یا هیجان طرد کردن، هیجان اتحاد مجدد، پیوستگی مجدد، هیجان حتی هیجانی که افراد برای تولید مثل تجربه میکنن. اینها همه رفتارهای هیجانی هستش که به این منظور، به این موارد ما میتونیم بپردازیم در واقع وقتی که از هیجان صحبت میکنیم. پس همه هیجان ها میتونن سودمند باشن، ما بهشون نیاز داریم و کارکردهایی برای ما خواهند داشت، کارکردهای زیستی، کاربردی، انطباقی و اجتماعی. خب پس ما نمیخوایم که اونها رو از بین ببریم. اما خشم طیف های متعددی داره، از ملایم تا شدید و برهم زننده و نابود کننده میتونه طبقه بندی بشه. و خب ما چیزی که لازم هست اینه که بتونیم خشم رو از پرخاشگری متمایز بکنیم. برای خشم، خب خشم شدتش و مدتش و اینکه به چه میزان اتفاق بیفته اهمیت داره، و اگر که اختلالی در زندگی ما یا عملکرد اجتماعی ما یا شغل ما، محیط ما، خانواده ما ایجاد بکنه، اون وقت هست که روی ارتباطات ما میتونه اثر منفی داشته باشه و ما اون رو به صورت منفی ارزیابی بکنیم. همه مسائل نمیتونه همه آدم ها رو خشمگین بکنه. بعضی از مسائل هست که بعضی از افراد رو دچار خشم میکنه و خب آدم ها متعدد هستند و ممکنه توی بعضی از موارد واکنش نشون بدن، واکنش خشم نشون بدن، و بعضی از آدم ها تو همون مورد واکنش خشمی رو نشون ندن. خشم یک احساس درونیه و اونچه که ما از بیرون ممکن اون رو مشاهده بکنیم و نمیخوایم این مورد رو داشته باشیم پرخاشگری. خشم احساس طبیعی هست، اما اگر ما نتونیم خشم خودمون رو کنترل کنیم ممکن اون رو به شکل پرخاشگری در بیرون مشاهده بکنیم و در واقع پرخاشگری یک خشم کنترل نشده است. و همه افراد فارغ از اینکه چه جنسی دارن، چه تحصیلاتی دارن، چه سنی دارن، خشم رو تجربه میکنن، اما پرخاشگری رو همه تجربه نمیکنن. در واقع افرادی پرخاشگری رو تجربه میکنن که خشم رو نتونن کنترل بکنن. هدف ما این نیست که به افراد یاد بدیم که خشم رو تجربه نکنن، بلکه هدف ما این هست که به افراد یاد بدیم خشم رو تحت کنترل قرار بدن که تا منجر به پرخاشگری نشه. ما برای اینکه بتونیم خشم رو تحت کنترل خودمون در بیاریم لازم هست که علائم خشم رو شناسایی بکنیم. خشم علائم بدنی رو برای ما ایجاد میکنه که وقتی ما با اون مواجه میشیم میتونیم تصور بکنیم که ممکنه پرخاشگری اتفاق بیفته اگر خشممون رو کنترل نکنیم. حالا این علائم بدنی چیا هست؟ مثل تپش قلب، سرخ شدن صورت، حالت گرگرفتگی، خشکی دهان، اینکه تون تون نفس بکشیم، تنش توی عضلات بدن رو تجربه بکنیم، عرق کردن کف دست رو تجربه بکنیم، لرزش رو تجربه بکنیم، مو شدن دست ها رو، رنگ پریدگی رو تجربه بکنیم، حتی چین خوردن پیشانی، عرق کردن، داغ شدن و ساییدن دندان ها روی هم میتونه از علائم احساس خشم باشه. خب چرا ما خشمگین میشیم اصولا؟
خب دلایل زیادی برای بروز خشم وجود داره. همینطور که گفتم همه این دلایل برای همه آدم ها یکسان نیست. ممکنه که یک موردی خشم رو در یک فردی به وجود بیاره در حالی که همون مورد برای دیگران خشمی رو ایجاد نکنه. بنابراین این که ما چطور اون مسئله رو دریافت میکنیم بر اساس تجربه های گذشتمون، تجربه های دوران کودکیمون، تربیتی که داشتیم میتونه دریافت های ما رو، برداشت ما رو از اون اتفاق شکل بده و ما رو ببره به سمت اینکه بخوایم خشم رو تجربه بکنیم. خب اون چه که مهم هست این که ما خشم رو تجربه میکنیم اما بتونیم اون رو به صورت متعادلی در بیاریم. و خب و معمولا هم مواردی هست که به خطر میفته و باعث میشه که احتمال اینکه خشم به پرخاشگری منجر بشه رو ایجاد میکنه. معمولا ما برای حفظ تعادل خودمون خشمگین میشیم. یکی از مواردی که ممکنه تعادلش به هم بخوره و ما خشم رو تجربه بکنیم احساس قدرت هست. ترس از دست دادن قدرت شایع‌ترین عامل ایجاد خشم در دیگران محسوب میشه و اینکه حالا زمانی که در اثر رفتار یا گفتار دیگران ما احساس آسیب پذیری و ناتوانی رو تجربه بکنیم، خشم برای دفاع به کمک ما میاد و ما ممکنه که ترس از دست دادن قدرت رو به دنبال این مسئله تجربه بکنیم و واکنش نشون بدیم. خطر برای اینکه ما خودکفایی خودمون رو از دست بدیم. این نمونه از خشم معمولا بین والدین و نوجوانان زیاد دیده میشه. اینکه والدین احساس بکنن کنترل خودشون رو روی تربیت بچه‌ها از دست دادن و اینکه فرزندان هم اصرار داشته باشن برای خودشون تصمیم بگیرن، اینها میتونه همه خطر از دست دادن خودکفایی باشه که منجر به خشم بشه. حمله به اعتماد به نفس هم میتونه منجر به خشم بشه. ما هممون نیاز به مطرح شدن، مورد اهمیت واقع شدن و دیده شدن داریم. اگه حمله ما بیشتر از طریق تحقیر، مسخره کردن، انتقاد، بدگویی، آبروریزی باشه، به نوعی ما احساس اینکه ممکنه که اعتماد به نفس ما مورد حمله واقع بشه رو تجربه بکنیم و به دنبالش خشم رو تجربه بکنیم. متاسفانه ما گاهی خشم رو به شکلهای مبدل به نمایش میگذاریم. مثلا اینکه یک کاری رو باید انجام میدادیم اون رو به تعویق بندازیم، یا مثلا اینکه دیر برسیم، به صورت غیر ضروری و مکررن دیر برسیم سر قرارهایی، و خب اینکه طعنه و کنایه دائم استفاده بکنیم یا بیش از حد مؤدب باشیم و خودمون رو خوشحال نشون بدیم، این هم میتونه سرپوشی روی احساس خشم باشه. یا آه کشیدن های مکرر یا خندیدن به مسائل دوست نداشتنی و سخت و ناگوار برای خودمون، یا دائم خوابای ترسناک میبینیم و یا حالت بیحالی و بیتوجهی و بیعلاقگی به موردی داریم که قبلا خیلی مورد توجهمون بوده، یا زودتر از انتظار خسته میشیم، یا دندون هم رو هم فشار میدیم، یا افسردگی مزمن و بدون دلیل داریم، زخم معده داریم. اینها همه نمایش های غیر رسمی خشم هست که گاهی وقتا ما یاد میگیریم خشم خودمون رو سرکوب بکنیم و خشم رو به این شکل به نمایش بگذاریم. خب سوال پیش میاد که گاهی آیا مردها پرخاشگرتر از زنها هستن؟ خب ما نمیتونیم بگیم که به صورت کلی مردها پرخاشگرتر از زنها هستن. دیده میشه که در مواقعی که محرک های شدید وجود داره این تفاوت وجود نداره بین مردها و زنها و هر دو به یک میزان ممکنه که خشم رو نشون بدن. اما خب توی موقعیت هایی که تحریک شدنی وجود نداره، محرکی وجود نداره، معمولا دیده میشه که مردها بیشتر ممکنه که خشم رو نشون بدن. و خب روش های مختلفی هست که ممکنه آدم ها به خشم دست بزنن، مثل حملات جسمی، هول دادن، داد کشیدن. اما زن ها بیشتر احتمال داره که پرخاشگری های غیر مستقیم داشته باشن، مثل غیبت کردن یا شایع پراکنی. اینا همه مواردی هست که ممکنه اتفاق بیفته. بنابراین احساس خشم در هر دو جنس
تجربه خواهد شد. اما ما داریم راجع به پرخاشگری صحبت میکنیم، معمولا دیده میشه که در مواردی که محرکی وجود نداره مردها پرخاشگرتر هستند و به صورت اکتیولی پرخاشگری رو نشون میدن، در حالی که احتمال اینکه زنها پرخاشگری رو به صورت دیاکتیو نشون بدن خیلی زیاد خواهد بود. ما سعی میکنم که این بحث رو بیشتر دنبال بکنم، به خصوص راجع به پرخاشگری بین زنان و مردم و تفاوت‌هاشون. اگر سوالی داشتین میتونین با شماره من 604-818-3071 تماس بگیرین. در اولین فرصت پاسخگوی سوالات شما خواهم بود. در صورتی که نیاز به جلسات مشاوره چه به صورت آنلاین چه به صورت حضوری داشتید میتونید با من تماس بگیرید. من شرایط رو خدمتتون عرض خواهم کرد. دوستانی بیمه های شغلی، دانشجویی و تکمیلی دارن، میتونن از این بیمه ها استفاده بکنن. شرایط رو من خدمتتون عرض خواهم کرد. میتونید تماس بگیرید با شماره 604-818-3071. دوستانی هستند که تحت پوشش برنامه سیبپ هستن، تحت خشونت قرار گرفتن، میتونن بدون پرداخت هزینه این جلسات رو داشته باشن، میتونن با من تماس بگیرن. دوستانی هم هستن که تحت پوشش بیمه ICBC هستن، تصادفی داشتن، میتونن این جلسات رو بدون پرداخت هزینه در کنار بقیه درمان هاشون هم دریافت بکنن. دوستانی هم هستن که در محل کار آسیب دیدن، تحت پوشش بروکسف بی سی هستن، میتونن با من تماس بگیرن تا خدمتشون عرض کنم چطور میتونن این جلسات رو بدون پرداخت هزینه داشته باشن. ممنونم از همراهی شما با این برنامه. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. روز روزگار همگی شما خوش. خدا نگهدار.